مسابقه بزرگ رسامی جلوگیری از خشونت‌های سنگین علیه اطفال از سوی اداره‌های معارف و کار امور اجتماعی در هرات برگزار شد. برگزار کنندگان این مسابقه میگویند استخدام اطفال در گروه‌های مسلح، حمله به مکاتب توسط طالبان و آتش زدن مراکز آموزشی از سوی حراس افکنان سوژه‌های رسامی این مسابقه بوده است. در همین حال دانش آموزان رسام این برنامه از حراس افکنان و گروه‌های مسلح می‌خواهند تا مانع رفتن دختران به مکاتب نشوند. همکارم رسول عظیمی سری به نقاشی این کودکان زده که با هم میبینیم. یکی نگاره مکتب سوخته را به تصویر میکشد و دیگری هم رویایش را برای رسیدن به صلح در کشور. اینجا در انستیتوت تکنیک هرات ده تن از شاگردان دختر و پسر از زیر 15 سال به هدف پیشگیری از خشونت های سنگین علیه کودکان در یک مسابقه رسامی به رقابت میپردازند. استخدام اطفال در گروه های مسلح، حمله به مکاتب توسط طالبان مسلح و آتش زدن مراکز آموزشی از سوی حراس افکنان سوژه های رسامی این آزمون است. تمام مکاتبی که در این قسمت بوده از بین رفته و باعث این شده که تمام دخترها و پسرها که در آن تعلیم و تربیه می آموختن از بین رفته و خود اینا در بند اسیری گرفته شدن که اینجا بگرفتن در مکتب بسته کردن که دیگه نمیگذارن که این دو شاگرد که ماستم برم نمیگذارن که اینا برن مکتب. از طالبان تقاضا دارم که به دخترها کار نداشته باشن بزنن، اونا هم برن مکتب، ما مکتب را آتش نزنن. در همین حال مسئولان اداره معارف هرات هدف از تدویر این مسابقه رسامی میان شاگردان مکاتب را به تصویر کشیدن رویاهای دانش آموزان از عمل کرده مخالفین مسلح دولت در جلوگیری از رفتن شاگردان به مکتب می دانند. هدف کلی برنامه کاهش آمدن ملحق شدن افراد زیر سن 18 در صفوف مخالفین مسلح و گروه های دولتی است. با این همه اداره کار و امور اجتماعی هرات موجودیت بیش از 8000 کودک کارگر خیابانی و دوری آنها از فضای درس و تعلیم را نگران کننده می داند. به گفته ای مسئولان این اداره تدویر چنین برنامه های برای کودکان ذهنیت آنها از عمل کرده گروه های تندرو در برابر کودکان را باز می کند و خواسته های عمده اطفال و شاگردان مکتب به نمایش گذاشته می شود. یک بخش از خشونت ها استخدام اطفال به گروه های مسلح، بخش دیگه حمله به مکاتب، بخش دیگه مثلا جلوگیری از رساندن کمک ها به مناطق آسیب پذیر، بخش دیگه مورد خشونت قرار دادن طفلای، سوء استفاده از طفلای، چه سوء استفاده جسمی باشه چه سوء استفاده فیزیکی باشه. شاگردان دوره متوسطه مکاتب دخترانه و پسرانه مرکز شهر هرات در حالی بر رقابت رسامی پرداخته اند که تهدیدهای امنیتی در ولسواری شیندنده این ولایت مانع رفتن 27000 دانش آموز دختر به مکتب در سال جاری شده است.